رایان هستی؟ بله. بخشی قبل از تو سام هم بود ولی سام رفت، نمیدونم چی شد، ولی حالا رایان هست. رایان خوبی؟ من خوبم، خیلی ممنون، مرسی. مرسی خیلی. این اولین بار من الان صحبت میکنم. چند بار من ویدیوهاتون رو گوش کردم، یه شاید دفعون دباری. خوبه. البته یه وقتی هستش یه اشکالی که میبینم گاهی اوقات نیمه کاره قطع میشه، یعنی نمیدونم چطوری بعد از 12-13 دقیقه یعنی وسط ویدیو تموم میشه. بعد حالا روی این مسئله‌ای که من امروز من میخواستم بگم در مورد آقای امید دانا، شما قبلا خیلی صحبت کردید، من شنیدم تو همین چندین باری که صحبت کردید من شنیدم که دلایلتون رو گفتید. یه وقتی هم عصبانی شدید از اینکه چرا مردم فکر میکنن اهمیت نداره و این 40-50 هزار تا بیننده داره، شنونده داره، پس اهمیت داره. شما میگید که داره، باید بهش پرداخته بشه به خاطر اینکه ممکنه حتی بیشتر از این بشه بینندگانش. من فکر میکنم که کسایی مثل امید دانا زیادن، خیلی زیادن. اگه شما وارد فضای مجازی ایران بشید میبینید کسایی که اصلا کلن شاید حتی معلولیت ذهنی داشته باشن و طرفداران 10,000 نفری داشته باشن. شما نگاه کنید خیلی هستن، من دیگه اسم نمیبرم به خاطر همینی که گفتم. شما تو اینستاگرام ببینید چه کسایی فالوور دارن، خیلی زیاد، خیلی زیاد. شما میدونید 1 میلیون فالوور، 1.5 میلیون و هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری نمیکنن. به راحتی میتونن 1.5 میلیون فالوور داشته باشن. این نمیشه به خاطر این مسئله به نظر من آدم بخواد حرفای اونا رو نقد کنه. یه کسایی هستن توی اینستاگرام به استاد معروفن، یه کسایی هستن که چرا نقد نکنیم؟ به خاطر این وقت نیست. الان اگه فرض کنه شما بگین چرا نقد نکنیم، نقد بکنیم، باشه، هزاران هستن، ما میتونیم همه اینا رو نقد کنیم، از اون راه اصلی دور میشیم. به همین دلیلی که یه شبکه‌های بزرگی مثل فرض کنید بی بی سی، مثل همه شبکه‌های بزرگی که اصلا خبری یک بار هم نشده کسی مثل امید دانا دعوت کنن، از دعوت نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتشو ندارن. اگه وقت می داشتن بی نهایه داره، ممکن بود از ایشون هم دعوت. من وقتشو دارم. نه، میتونه توی این وقتش کارهای دیگه انجام بدید، فرض کنید از مسئله دیگه صحبت کنید. آره شما میگین این طرز فکر زیاده، برای همین نقدش نباید کرد. خب این معنیشه که باید بیشتر نقدش کرد. نه طرز فکر نیست، اصلا این طرز فکر نیست، چون اصلا ایشون سواد نداره. درسته میگم کسایی هستن که هیچ سوادی ندارن. اگه مثل ایشون بخوای، هستن کسایی که خیلی اصل بی سوادن، هستن تو اینستاگرام. شما یه نگاهی بکنید، مثلا فرض کنید دختر خانمی هستش، فقط به خاطر نوعی که لباس میپوشه، حرفایی که میزنه، 4 میلیون فالوور داره. شما خب حالا مثلا بگید که این حرف اشتباه داده، معلومه که اشتباه داده با حرفو، از این علت اینکه فالوور داره به خاطر همینه، به خاطر اینکه اگر شما یه حرفایی هم بزنید که این یه حقیقتیه که هیچ منطقی هم توش نیست، ناخودآگاه خیلی ها فقط میخوان که تفریح کنن، گوش میکنن، اون براشون مهم نیست. بینندگان و شنوندگان امید دانا که براشون مهم نیست. حالا شما اصلا بیاد بدتری حرفی که همه میفهمن که این حرف اشتباه است، امکان نداره فالوورش کم بشه. نه براین جان، شما دارین یه ادعا میکنین این یه چیز، این حرفایی که امید دانا داره میزنه حرفایی که خیلی بهش اعتقاد دارن، خیلی بهش اعتقاد دارن. ما باید نقد بکنیم، من باید نقد بکنم. شما دوست ندارین وقت بذارین، نذارید. شما فکر میکنین کارهای مهمتر میشه کرد، خب شما برین اون کارهای مهمتر رو انجام بدین. شما فکر میکنین مثلا آره، ولی من به نظر من متوجه مسئله که من میخواستم بگم نشده، شاید من بد گفتم. یه آقایی هستش به نام استاد باقری، شاید شما اطلاع نداشته باشید. شما برید چند تا از این ویدیوهاشو نگاه کنید. یه آقای دیگه هستش، یه بار توی پارک یکی ازش مصاحبه کرد از تلویزیون ایران، گفتش که شما نمیترسید که کرونا بگیرید؟ گفت نه، معتادا نمیگیرن. گفت من شما معتادی؟ گفت آره. خندید. خب
ایشون هم خیلی فالوور داره. حالا شما اگه قرار فکر میکنید که ایشون خیلی اهمیت داره که بهش پرداخته بشه به خاطر اینکه فالوور زیاد داره، من فکر میکنم که اشتباه میکنید. نظر من ها، نظر شما چرا؟ خب چرا؟ یه نفر فالوور زیاد داشته باشه؟ ببین ما یه تری کسایی هستن اینا فالوور تمام اینا هستن، فکر نکنید که فالوور مخصوص امید داناست. ما فرض کنید 1,000,000 آدم داریم که 1,000,000 آدم اصلا به طور جدی فکر نمیکنه راجع به حرفای امید دانا یا بقیه، این فالوور همه هستن. خب برای همین باید نقد بشه، برای اینکه خیلی کسا این حرفا رو دنبال میکنن بدون اینکه فکر بکنن، برای همین باید تشویق به فکر کردن بشن. یعنی من نمیدونم، حرفایی که شما داری میزنی اتفاقا داره منو بیشتر قانع میکنه که من باید بیشتر نقدش بکنم. شما دارین تبلیغ میکنین که من بیشتر همه چیزایی که دارین میگین برای من تبلیغه که من ایشونو بیشتر نقد بکنم. میگین کلی آدمایی هستن که بدون اینکه فکر بکنن اینا رو دنبال میکنن و حرفای اینا رو گوش میکنن. خب پس ما باید نقدشون کنیم که اینا نظرهای مخالف هم بیشتر بشنون و شما نشین. اینا حرفاشون رو قبول ندارن، حرفای امید دانا رو. از کجا میگین شما اینو؟ من نظرم اینه که فکر میکنم ممکنه اشتباه کنم، البته من فکر میکنم اکثریت کسی من سندتون از این چیه؟ من هیچ سندی ندارم، شاید توهم من باشه ولی من احساسم اینه و میخوام فقط احساسم رو بگم به شما. ممکنه اشتباه من ما اگه بر اساس احساس میرفتیم دنبال نظراتمون که میشدیم همون فالوور، ما خودمون میشدیم فالوور امیدانا اگه بر اساس احساس نظرمون الان در واقع هستیم. میدونه چرا؟ به خاطر اینکه شما همین وقت بداری امیدانا میاد میگه که چقدر خوبه که دیگران میان ما رو نقد میکنن، من بیشتر شناخته میشم. میگه من اینقدر فالوور نداشتم که آدمای جدی، آدمایی که میفهمن قضايا رو اومدن بهم گفتن که آقا این چه هیچی نمیفهمه. همین باعث شده که مردم میان امید دانا رو نگاه میکنن، میخندن، مسخرهش میکنن. همین باعث این شده به خاطر خودش میگه اگه توجه کنید نه فقط شما، خودش لازم نداره ما رو، خودش بدون ما ببخشید امید دانا بدون ما به شدت داره رشد میکنه، به ما هم احتیاجی نداره. خب اگه بر اساس این استاندارد ما باید نقد میکردیم، پس ما اسلام هم نباید نقد کنیم. ما هیچ چی رو نباید نقد کنیم. ما هیچ چی رو نباید نقد بکنیم. برای اینکه هر چی رو نقد بکنیم اتفاقا بیشتر فالووراش میره بالا، برای اینکه توجه داریم میاریم بهش. اصلا این روشی که شما میگین برای حمله به یه عقیده هیچ وقت موثر نبوده. شما فکر میکنین یه عقیده داره رشد میکنه، بهترین کار اینه که نقدش نکنیم، برای این اساس میره کنار. چرا باید نقد کرد؟ نقد از این جهت نقد میکنن که این پدیده مثل امید دانا رو میشه نقد کرد. یعنی چطور میشه یه کسی میاد و هیچ چیزی از سیاست نمیدونه، خودش هم البته میگه زبان نمیدونه، و اینایی هم که شما میگی من فکر میکنم که واقعا نمیدونه، نه اینکه بخواد دروغ بگه، واقعا نمیدونه خیلی چیزا. مثلا من یه بار گوش کردم که اومده بود میگفتش که داونتاون لس آنجلس که من اینجا زندگی میکنم، میگفتش که بهترین، یعنی این گرون قیمت ترین جای لس آنجلس، در صورتی که نه، برعکس داونتاون لس آنجلس یه جای خیلی پایینیه، پایین ترین محله. این فکر میکنه چون داونتاون لس آنجلس این حتما بهترین محله است، نه، جز محلات خیلی پایینه لس آنجلس، اونجاست که بیشتر مهاجر نشینن. و خب اشتباه میکنه، یعنی بر اساس نشو اشتباه خودش این فکر میدونم داره اشتباه میکنه. منم حال لس آنجلسش نمیدونم، ولی ونکوور اومد رفت بهترین جای ونکوور، رفت استیستینگ گفت اینجا بهترین جای ونکووره. منم یه عمر تو ونکوور زندگی کردم، میدونم من برام عجیب بود که یه چیز به این واضحی در برای ونکوور رو داره دروغ میگه. چجوری هنوز طرفداری ونکووری داره؟ خب یعنی تو ببین، من تو خود ونکوور کسایی که عاشق این شخص هستن و دنبالش میکنن و تو خود ونکوور دیدم. خب یعنی بعضی میگن نه آرمین اینا همش رباتن و غیر واقعی هن و اینا. من حتی یه جا توی جمع ایرانی اسم اینو آوردم، کلی طرفدار همونجوری به طور رندوم وسط اون آدم ایرانی ها بود. یعنی اینا من دیدم اینا ربات نیستن، یعنی میگن اینا رباتن. خب یعنی و چقدر وفادار، چقدر فکر میکنم مثل این پیغمبر هر چی میگه مثل وحی خدا قبولش میکنن. خب یعنی این شما کسایی که اینا میگن این یه چیز ارزش وقت گذاشتن نداره، اینا خودشون هم مثل فالوورای امیدانا تو خوابن، یعنی که فکر میکنن یه چیزیه که
اهمیت نداره، اگه ما نقدش نکنیم میره داره بزرگ میشه چون ما داریم بر روش، یعنی چون ما داریم نقدش میکنیم داره بزرگ. من چون من اعتقاد دارم به چید نگرش علمی، علمی اینه که شما هر مسئله ای رو در بوته آدمایش بدارید، نه آدمایشش کنید. علمی نمیگه شما مثلا بفرمایید که بگید که اگر که بردم بخوان نقدش کنن فالوورش کم میشه زیاد میشه، فالوورش هم کم نمیشه. من فکر نمی کنم مثلا این کسایی بیان بگن که ما بعد از این که نقد رو شنیدیم فهمیدیم که ایشون نادرست میگه و دیگه گوش نکردیم مثلا به حرفش. اتفاقا تنها راهش هم همینه. ما همین کاری که با اسلام، ما خیلی کسایی رو میشناسیم که مسلمان بودن، نقدای ما رو از اسلام نگاه کردن، نقدای ما رو از دین نگاه کردن. نه ما همینم حتی حتی خود امیدانا هم خیلی کسایی بودن ضد جمهوری اسلامی بودن، برنامه‌های امیدانا رو نگاه کردن، الان طرفدار جمهوری اسلامی. شما فکر می‌کنین اینا این حرف رو کسی تاثیر نداره؟ حتی خیلی کسایی هم ممکنه هنوز طرفدارش باشن، ولی با اینکه اگه نقد بعضیا رو ببینن، نقد ما رو ببینن، نقد بعضی کسای دیگه رو ببینن، ممکنه یه مقدار با شک بیشتر نگاه کنن. من حتی یه کسایی رو می‌شناسم که تو لایو چت ما بودن، امیدانا رو می‌گفتن همه چی حرفش درسته، بعد از مدتی که برنامه ما رو نگاه کردن اومدن گفتن که نه امیدانا هنوزم درسته، بعضی حرفاش اشتباهه، ولی خب هنوزم خیلی ارزش داره برنامهش. خب اینی خب بالاخره اینم یه موفقیته، یعنی بالاخره یه سری برنامه‌های ما رو دیدن که خب آره معلومه این حرفشو اینجا اشتباه زده، یعنی اونجوری هم که مثل خدا میپرستیدنش دیگه نیست، حتی با اینکه حتی اگه طرفدارش هم باشه. خب اینا بالاخره تاثیر داره، ممکن تاثیر کمی باشه، ولی خب ما بالاخره کاری که باید بکنیم ما میکنیم. بله من اینجا به شما البته حق میدم که راجع به یه پدیده‌ای که 50,000 نفر دارن نگاش میکنن بیا صحبت کنیم. خیلی بیشتره به نظر من، اون فقط روی یوتیوبه. بله بیشتره، البته خب همین یوتیوبیا میرن جای دیگه، اونجا هم نگاه میکنن در آن واحد. البته نه بالاخره تو ایران ببینیم، حتی برنامه های ما که مثلا خیلی کانال کوچیکتریه، من میدونم که مثلا دانلود میشه صداش و خیلی از برنامه ما رو روی یوتیوب نمیبینن و دارن آدیوش رو توی ایران گوش میکنن. خب این من از تجربه شخصی میدونم که ویوایی که ما روی یوتیوب داریم یه درس، به خاطر اینکه خیلی بیننده ها توی ایران هستن، درصد خیلی کمی هست از کسایی که برنامه های ما رو دنبال میکنن. خب یعنی اگه برنامه درباره برنامه ما این اگه درست باشه، فکر کنیم برای امیدانا چقدر بیشتر این زیاده. خب یعنی شما اگه مثلا ببینید یه ویدیوش مثلا 70,000 نفر توی یوتیوب داره بیننده داره، معنیش اینه که توی ایران که مثلا ویوهایی که مثلا نمیخور کانت نمیشه روی یوتیوب، احتمالاً داره 700 همون یه برنامه 700,000 نفر مثلا بیننده داره. توی تلگرام و توی تویچ و روی پادکست و دانلود فایل آدیو و این چیزا رو هم رفته خیلی زیاد ترسیم. و یکی از دلایلی هم که مردم بعد که نگاه میکنن تعدادی که شما میفرمایید اینه که کسای دیگه ای که بخوان کار روزمره انجام بدن به این صورت خبری و به همین صورتی که ایشون انجام میده حتی نیستن، میگه که آلترناتیو نداره، یعنی برن به کی گوش بدن. یعنی کسایی هستن دوست دارن که مثلا یه برنامه بحث سیاسی روز رو گوش کنن، فقط به خاطر همین. حالا سختی که پیدا کنن یه جایی، یه سری کسایی هستن که 40 ساله دارن صحبت میکنن، 30 ساله دیگه خسته شدن نوع صحبت اونها، میرن و میخوان برن به یه نسل جوان گوش کنن و ایشونو پیدا میکنن. البته ایشون خود طریقه صحبت شیرینه البته، ولی خب کسی که اطلاعات داشته باشه، یک ذره اطلاعات داشته باشه، میدونه که خیلی داره بیراه میگه و به این صورت هم نیست که حالا مثلا بیاد مثلا بفهمه که اینجا اشتباه کرده خیلی عذرخواهی کنه و شرمنده بشه از این مسئله، خجالت بکشه که چرا یه همچین سودی بزرگی رو داده. نه اصلا ابدا به هیچ عنوان. و البته من ببینید شما هر موقع یه حرف میزنه، مثلا امیدانا اخیراً یه سری پیشبینی‌های کرد که هیچ کدومش درست نیومد، بهونه میاره که چرا پیشبینی‌هاش درست بوده. خب ولی این که میاد برنامه درست میکنه که چرا پیشبینی‌هاش درست بوده، به خاطر اینکه مثلا روی توییتر و تلگرام و اینستاگرام و اینا کلی آدم، یعنی کلی بهش فشار میاد، یعنی هرس میخوره، برای اینکه کلی میاد مسخرهش میکنن
یعنی هر موقع یه برنامه میسازه که میاد میگه که چرا پیش بینی من که شما میگین درست نبوده اتفاقا درست بوده هم خب این به خاطر اینه که یعنی اینجوری نیست که مثلا هر چی اشتباه میگه بهش فشار نیاد براش مهم نیست. شما باور کنید من فکر میکنم هر موقع یه برنامه میاد درست میکنه که میاد مثلا از خودش دفاع میکنه به خاطر اینکه یک پشت مثلا پشت صحنه یعنی نه پشت صحنه روی توییتر و تلگرام و اینا کلی اومدن این مسخرهش کردن گفتن اینم اشتباه در اومد اینم اشتباه در اومد اینم اشتباه در اومد. این مثل آیه های قرآنه خب یه سری حرفا میاد میزنه بعد میاد واضح نشون داده میشه که مثلا چقدر واضح اشتباهه. مثلا این مسلمان ها میان میگن که خب نه شما برداشتتون از این آیه اشتباه بوده میان یه جوری تفسیرش میکنن یه جوری که مثلا معنیش یه چیز دیگه است. دارن با هم امیدانه با حرفای خودش این کارو میکنه هم طرفداراش. یعنی ما هر موقع میایم نشون میدیم که مثلا امیدانه چقدر به واضحی یه چیز رو اشتباه گفته اینا میان میگن نه شما برداشت شما اشتباه بوده میان تفسیر میکنن از حرفاش یه جوری درستش نشون میدن. یعنی خیلی جالبه هر چقدرم واضحه اصلا میاد میگه این به طور قطعی بیا بنویسید رو کاغذ من امروز به شما گفتم که حتما این اتفاق میفته بعد میشه اتفاق نمیفته بعد میگه بعد میافتن دوبارش میافتن دوبارش میگه چی شد میگه نه شما نفهمیدید منظورم خب تو اون شرایط من با این با اون شرایط این پیشبینی رو کردم بعد که عوض شد خب معلومه نتیجه چیزی میشه بابا تو گفتی قطعی بعد میگه خب نه اونش در اون شرایط قطعی بود حالا دیگه قطعی نیست یعنی چی قطعی دیگه خب پس هیچ وقت قطعی نبوده اگه اینجوری پیشبینیه که خب منم میتونم پیشبینی کنم برای شما. ببین آقا من امیدانا رو به خاطر اینکه حالا یه کشلوار میپوش و کراوات میزن و اینا و یه فیلمبرداری خوبی یه چیده کادربندی درستی داره من جدیش نمیگرم به خاطر هرکی کراوات میزنه نه اینکه درست بخواد بگه من اینشونو میذارم در کنار مثلا فرض کنید کسایی مثل امیر طلوع بخواد راجع به سیاست صحبت کنه یا مثلا فرض کن دنیا جان بخش یا اونایی که سایت های شرط بندی دارن اونا بخوام مثلا در کنار اونا میذارم در کنار اونا میذارم اینو. بله رایان جان اونا هم اگه یه اون موقع اومدن یه حرفای رو زدن که خیلی ها داشتن باور میکردن و به نظر ما هم برای اونا هم وقت میذاریم مهم نیست که کی الان همین الان فالوورشون بیشتر از امیدواراست خب اگه اومدن آره. یه طرز تفکری رو رشد دادن که خیلی ها باور میکردن اونا هم اگه من دیدم اگه وقت یعنی اگه یه کسی اومد یه کلیپ نشون داد که من میتونم توی یکی از این برنامه‌ها نقد بکنم اونا رو هم نقد میکنم البته اتفاق نشو این برنامه‌ای که راجع به امیدوارا داری من با خیلی دقت و لذت گوش میکنم و میبینم و خیلی همینطور که شما دارین میگی من اون برنامه قبلی که گفتید که ترجمه اصلا افتضاحی که کرده بودن یعنی اینطور که فهمیده بود اونا بعد ترجمه نکردن اینطوری متوجه شده فارسی ها رو میخونه فکر کرده بودش که وزیر خارجه آمریکا گفته که اصلا هیچکی اینجا حق نداره و گروه های اپوزیشن کشورهای دیگه بیان اینجا ایشون اینطوری متوجه شده بود واقعا اینطوری متوجه شده نمیدونه اون چیزای فارسی رو میخونه بعد متوجه میشه رایان جان من باید برم دو نفر دیگه منتظرن یکیش ایرانه یکیش هم اسمشو گذاشته مخالف ایران و مخالف شما نفر بعدی هستین ولی من یه چیز کوچیکی قبل از این بگم بعد برم ببینید حتی اگه ببینید حتی اگه امیدوارا هم مثلا نبود خب یه سری طرز فکری بود که داشت روش پیدا میکرد خوبه که ما مثلا برنامه ما اگه میخوام اون طرز تفکر رو نقد بکنم امیدوارا بهونه خوبیه که ما بیایم اینا رو ببینیم مثلا اگه کسی نیاد نبود که به این شکل بیاد مثلا این افکار رو بیاد توی برنامهش بذاره خب خیلی سخت‌تره برای من که بیام نشون بگم که ببینید این یه طرز فکری هست بعضی‌ها اینو میگن اشتباهه خب این برز کافی توجه نمیگیره تا اینکه من بیام نشون بدم یه نفری یعنی خب چقدر عالی میشه ببین من تو برنامه مثلا انگلیسیمون خب مثلا بله. یه حرفایی رو هست که مثلا خیلی مغلطه است خب و من میخوام بیام مثلا به بیننده های انگلیسیمون نشون بدم که مثلا این حرف اشتباهه ولی بعد یه موقع یه سلبریتی میاد اون مغلطه رو استفاده میکنه من میگم آها این بهونه خوبیه چون که مثلا من اگه این سلبریتی رو مثلا بذارم که نشون بدم که چرا این حرفش درست اشتباهه این بهتر باعث بیشتر با ممکنه باعث بشه که مردم بیان این مغلطه رو یاد بگیرن میدونیم از اون چیه یعنی بله. من اون سلبریتی رو اتفاقا استفاده میکنم برای اینکه بیان ببینید ممکنه یه مقدار جذابیت یاد دادن مغلطه بله. درسته
و درست میگید، متوجهم. این اینطوری بهتر میشه که راجع به این عقیده غلط صحبت کرد، این چیزی که راه افتاده با یه چند تا مثال کاملا درسته. من یه مطلب خیلی کوچیکم بگم راجع به پرچم آمریکا. من داشتم گوش میکردم راجع به سوزوندن پرچم آمریکا. این اصلا آمریکایی این مسئله رو فکر میکردن سوزوندن پرچم آمریکا احترام پرچم آمریکا، یه آیین‌نامه‌ای هستش راجع به پرچم چطوری باید مثلا شما برخورد بکنه. میگفتن خب چطوری ما پرچم وقتی که میخوایم بریزیم بندادیم دور، این درسته؟ میگفتن نه درست نیست که تو سطل آشغال اینا گذاشته بشه، ما چیکار کنیم که احترامش حفظ شه؟ گفتن بهترین راه اینه که بسوزونیمش، خاطر احترامش بوده. حالا البته توی ایران مثلا یه معنی دیگه ای داره، تو اکثر کشورهای خاورمیانه توی تلویزیون ها نشون میدادن. آره نه ببین، بستگی به کانتکستش داره. بعضی موقع میسوزونیم برای احترام، ولی خب بعضی موقع هم بعضی میسوزونن برای بی احترامی. خب خب مهم نیست، ما میگیم اگه برای بیاد خب نمیخوایم بسوزونی. من میگم اتفاقا اگه یه کسی بخواد بیاد پیشنهاد بکنه که باید به پرچم آمریکا نباید بی احترامی کرد، شما اگه یه نفر شک داره که آتش سوزوندن پرچم برای بی احترامی نیست، من میخوام یه کار دیگه کنین، اصلا توف کنین روش، پارش کنین. خب کاملا آزادی رو من معتقدم باید باشه توی جامعه، کاملا درست میگید، این آزادی باید باشه. بله و هست. مرسی. آره خواهش خیلی ممنون. خواهش ممنون از وقتت. مرسی.